همراه هستیم با آقای دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر الفت، خبر مربوط به گزارش سازمان بین المللی کار رو شنیدیم. لطفاً شما تحلیل خودتون رو پیرامون این گزارش بیان بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های گرامی. ببینید، من سعی میکنم از این آمارها دور باشم. فلسفه تشکیل به عبارت سازمان های تأمین اجتماعی یا حفظ امنیت اجتماعی برمیگرده به یه دیدگاهی که پایه اقتصادی داره. خب تو دنیا این کار معمولا وقتی شکل گرفته توسط نهادهای مردم شکل گرفته، تو آمریکا به همین صورت بوده، تو ایران سال 1332 و همین صورت این سازمان ها تشکیل شدن و جلوگیری از تأثیر ناملایماتی که بر زندگی اجتماعی افراد تأثیر میذاره هدف اصلی اینها بوده و بهبود وضعیت زندگی و معیشتشون. خب سازمان جهانی کار اصولا نقش پررنگی رو ایفا نمیکنه هیچ وقت تو این مسائل تو دنیا. یکی از وظایف خودش هست سازمان جهانی کار به عنوان یکی از بخشاش سازمان ملل که برآمده هستش از مجموعه از به عبارت کشورهایی که در کنار هم جمع شدن به عنوان سازمان ملل. به نوعی اگر بخواد خودش هم این کار رو بکنه و تشویق بکنه، تشکیل این سازمان ها رو به نوعی دخالت در امور داخلی تلقی میشه. ولی خب سازمان هایی که به این صورت دارن تشکیل میشن و دولت ها هدایتگرشون بودن نه تشکیل دهندشون، مثلا سازمان تامین اجتماعی ما در سال 1332 عنوان یک سازمان عمومی تشکیل شدش با یک هیئت مدیره و هیئت رمانه متشکل از اکثریت مطلق افراد بخش خصوصی و چند نفر هم حالا از مجلس و از دولت و از دربار اینها معرفی شدن برای تشکیل این سازمان. فلذا این که به دولت ها توصیه میکنه سازمان جهانی کار و به درستی هم این کار رو البته میکنه و بعد خودش هیچ کاری نمیکنه، این یکی از مسائل اصلی هستش. اگر ما سازمان اجتماعی تامین اجتماعی رو بخوایم یه تحلیل عملیاتی بکنیم، حساس‌ترین و تاثیرگذارترین، مثلا تو خود کشور آمریکا هم این رو قبول دارن که حساس‌ترین و تاثیرگذارترین هستن، محل تأمین درآمدهاشون بخشی از اون مالیات هستش، اعانه ها هستش، فعالیت اقتصادی خودشون هستش و به همین صورت به عبارتی اون بیمه‌ای که داره پرداخت میشه. یه خطر بزرگ در سازمان تأمین اجتماعی وجود داره، در ایران به همین صورت شکل گرفته، در کشورهای عربی شکل گرفته، در خود آمریکا شکل گرفته، حالا تو کشورهای اسکاندیناوی و اروپا کمتر هستش، اون نان پروفیت اورگانایزیشن ها جایگاه اینها رو عوض کرده و اون این هستش که وقتی معیشت و تأمین آتیه و تأمین امنیت اجتماعی و به تبع اقتصادی مردم دست حکومت ها قرار میگیره، از این ابزار استفاده میکنن برای فشارهای ایدئولوژیک، برای فشارهای به عبارت هدایت کنندگی مردم، فرض کنید حالا آوردنشون به زور پای صندوق رأی یا تحمیل کردن بعضی از نظرات حکومت. فلذا سازمان جهانی کار قبل از اینکه این گزارش ها رو بده و این انتقاد ها رو بکنه و تشویق بکنه که دولت ها این کار رو بکنند، باید مبنای نان پروفیت اورگانایزیشن ها اروپایی رو بگذارد برای تشکیل این گونه صندوق ها و این گونه صندوق ها از تشریک مساعی مردم با تشویق اونها به وارد شدن در حوزه هایی که حالا مورد حمایت خود سازمان ملل هستش و این کار بره جلو. و به نظر من این میتونه ساختاری هم پیدا بکنه که دخالت در امور داخلی کشورها تلقی نشه، ولی عملا بتونه سازماندهی بکنه گروه هایی رو در داخل کشورها، گروه های صالح، کسایی که قصد کمک و قصد به عبارتی سازماندهی گروه‌های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی رو در جهت منافع آتی مردم دارن. بله خیلی و چنانچه به این موضوع توجه نکنه سازمان جهانی کار، متاسفانه همون جوری هم تو گزارش خودش گذاشته، آینده بسیار بدی با توجه به تغییرات گسترده سیاسی اقلیمی در سراسر جهان منتظر خواهد بود، مثل مهاجرت ها، فقر ها، تشکیل گروه های گانگستری فرض کنید مثل شما سومالی، نبود این موضوع باعث شده بود درست تشکیل بشه و
موضوع بسیار 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 خطیری هست. بله، از توضیحاتتون ممنونم. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.